این صحبتایی هم که دریک پریکس این رو نقل قول کرد از کتاب They Shall Expel Demons، آنها روحها رو دیوها رو اخراج خواهند کرد. بله، نکاتی رو که اشاره کردم، سابقه خانوادگی در شرکت در مراسم جادوگری و مذاهب دروغین، این میتونه یک وسیله باشه که دیو در کتاب آنراس اینا بهش اشاره میکنه، هم بت پرستی هست هم جادوگری، هر دو تا رو توی یک نقطه. ولی دیگه از طریق تماس و صحبت های ناروا و ناشایست و بیجال، بعضی جوک و اینا میگن و من چه میدونم دیگه، گناهان و عادت های گناهالود که الکس کونیا توی کتاب خودش میگه که به نظر نمیاد کتاب مقدس از استمرار گناه به عنوان یک جایگاه و یا دروازی برای ورود روح در داخل شخص صحبت بکنه. اینا چیزایی هستش که پشتوانه کتاب مقدسی نداره. حالا پشتوانش کجا هست؟ بعضیا میگن تجربه هاست، بعضیا میگن بعضیا نادانیشون هست. بعضی از ما مرضای روانی داریم که به قول معروف علم توضیح داد با اخراج ارواح حل نمیشه، بعد اون رو درمان روانی کرد. اینه که منشأ‌های متفاوت دیگه ای داره که جزء کتاب مقدس هستن. من ترسناک این بخش به خاطر اینکه هر وقت از کتاب مقدس، کانون کتاب مقدس، میزان و سنجش ماست، چوب خط ماست، اون خط قرمزی هست که کشیده شده که ازش نگذریم. من فقط میخوام یه نقل قول دوباره از این کتاب، فقط دارم این خطاشو میخونم، نمونه ای از خیلی از کسایی هستن که این دیدگاه رو دارن. اگر پشتوانه کتاب مقدسی رو کنار بگذاری اینجوری خواهد شد. ولی ببین صحبت خودش رو پیتر هوروبین در کتاب Healing and Deliverance اینطور میگه. میگه در سراسر کتابی که نگاشتم، این کتاب و این بخش اولشه، با این پیش فرض تعالیمم را ارائه دادم که مسیحیان نیز میتوانند دیو زده شوند. بنابراین پیش فرضش اصلا اینه که مسیحا میتونن دیو زده بشن. این فکرشه، بر روی این بنا کرده تمام صحبتشو. بعد چطور توضیح میگه؟ در طی خدمتی که من و همکارانم به دان مشغول هستیم، بارها شاهد مسیحیانی بودم که از اسارت دیوها رهایی یافتند. پس این تجربه است. اگر مسیحا نمیتوانند دیو زده شوند، بنابراین چندین هزار نفری که از اسارت دیوها رهایی یافتند، که البته بسیاری از مسیحیان و حتی خادمین نیز جز آن گروه بودند، نمیتوانستند از روح خدا تولد تازه یافته باشند. من میخوام گزارها رو ببینید. تجربهش اینه که کسایی اومدن اعتراف کردن که مسیح هستن، ازشون دیو اخراج کرده. حالا این مسیحا مسیحای عادی بودن، خادمینم بودن. حالا در نتیجه گیری میکنه، میگه که اگر این پیشفرض رو نادیده بگیریم که مسیحا میتونن دیو زده بشن، بنابراین پیشفرض بعدی اینه که مسیحا نمیتونن دیو زده بشن، بنابراین باز نتیجه دیگه که میتونیم بگیریم اینه که این اشخاص تولد تازه نداشتن. بعد ادامه میده، میگه که و این به سادگی نتیجه غیر قابل قبولی است. و بعد ادامه میگه که میدانم این پاسخ برای کسانی که به غیر این باور دارن کافی و کننده نخواهد بود. بعد او به چالشی که افراد نظیر وی در حیطه الهیات و تجربه روبرو میشن انکار نمیکنه و میگوید که این ناسازگاری آشکار است و باید یکی از این دو گزینه را انتخاب کرد. دو گزینه چیه؟ تجربه من این است که یه سری افراد رو به من نزدیک شدن، گفتن مسیح هستن، براشون دعا کردم، دیو ازشون اخراج شده، الان من با یک تصمیم روبرو هستم. کتاب مقدس پشتوانه ای برای این حرکت و تجربه من نمیده. یا باید به خاطر نبود پشتوانه کتاب مقدسی این حرکت من رو، خودم رو زیر سوال ببرم و احتمال بدم که کتاب مقدسی نیست، و یا تکیه بکنم به حقانیت این تجربه من و بگم که چنین الهیاتی نیست. متوجهش میگم، یعنی الهیات رو یا رد بکنم به تجربه‌ام بچسبم، یا تجربه‌مو رد بکنم به الهیاتم بچسبم. این تناقض و ناسازگاری و چالشی هست که چنین تعلیمی باهاش خواست و ناخواسته روبرو میشه. خودشون هم معترف هستن که پشتوانه کتاب مقدسی ندارن. و هر وقت این میزان رو برداریم، شما هر چیز دیگه‌ای رو میتونید بذارید و بگید این تجربه هست و بر اساس این تجربه من همچین خدمتی رو پیش میگیرم. درسته. خب لاغر خودش اعتراف کرده که اون تجربیاتش هیچ پشتوانه کتاب مقدسی نداره. من فکر میکنم صحبتی که دینجان کردن واقعا جای خودش رو داره. متاسفانه همونطور که گفتیم، وقتی ما با یک دنیای روبرو میشیم، این یک نظریه دیگه روانشناسی هست که میگه وقتی من با چیزی روبرو میشم که نمیتونم توضیحش بدم، جهان بینی خودم رو عوض میکنم. مثلا اگه من تا حالا فکر میکردم که حالا بذارید یه داستانی هست، این رو تعریف کنم، از آن خوب توضیح میده این قضیه رو. میگن یک شخصی میاد خونه، به همسرش میگه که عزیزم من
مردم، من الان مرده هستم. بعد همسرش بهش نگاه میکنه میگه تو که زنده ای داری حرکت میکنی؟ میگه نه من مرده هستم، حرف منو گوش کن. خلاصه همسرش دست به گریبان کشیش میشه، کشیش رو دعوت میکنه و در یک اتاقی این دو نفر با هم صحبت میکنن. کشیش میاد بیرون میگه نه خیر این شخص قانع نمیشه، اصلا با شیش کاری نمیشه کرد، میره. و بعد چندی بعد روانشناسی رو دعوت میکنن، اونم میاد در اتاق با ایشون صحبت میکنه، یه خود صحبتشون طول میکشه، میاد بیرون میگه این شخص قانع نمیشه، درست نمیشه، اونم میره. و بعد پزشک خانوادگی این شخص رو میارن، پزشک خانوادگی میره تو اتاق و میگه که به نظر شما اگه من دست شما رو قطع، دست شما رو با چاقو رگتون رو ببرم و خون بیاد، این درست هست که شما زنده هستید؟ چون آدم مرده که خون نداره. میگه بله، اگه شما دست من قطع کنید خون بیاد من قبول میکنم، ولی خون نمیاد چون من مردم، شما هر چقدر قطع بکنید خونی نخواهد، من مردم، من میدونم. بعد این پزشک دستشون رو با چاقو در واقع پاره میکنه، میبره و بعد خون میاد. بعد خونو بوده همه جشن میگن که بله، پس ایشون ثابت شد که دیگه الان ایشون زنده هست. و دکتر وسایلشو جمع میکنه و میخواد بره، شخص برمیگرده میگه که آقای دکتر من واقعا اشتباه کردم، من میفهمم الان میفهمم که یادم مرده، واقعا خون ریزی میکنه. حالا صحبتی که اینجا هست، آره واقعا صحبتی که اینجا هست اینه که ما میایم جهان بینی خودمون رو عوض میکنیم با تجربه، با اون چیزی که در دنیای واقعی داریم باش روبرو میشیم. و متاسفانه همین در کلام خدا خیلی وقتا برای افراد داره اتفاق میفته. کشیشان، خادمین، رهبران، معلمین با یه تجربه روبرو میشن که کلام خدا رو با اون چیزی که از کلام خدا یاد گرفتن و با این یکی نمیتونن بکنن، پس چیکار میکنن؟ این رو عوض میکنن طوری که با اون تجربه یکی بشه. آره. و تو جهان بینی کاملا عوض میشه. بعد یه دفعه میبینیم یک الهیاتی به کلیسا معرفی شده که اصلا تو کتاب خدا نیست. ولی میگن تجربه اینو نشون میده. شما چیکار میخواید؟ و حالا در ادامه ما این رو اشاره خواهیم کرد، نمیخوام بپرم به اون قسمت، که چقدر یک تعلیم اشتباه از ابتدا میتونه تاثیرگذار باشه بر الهیات های دیگه، اون آموزه های دیگه در مسیحیت، از ابتدا از ریشه اگر چیزی در خدمات ما، اون زندگی مسیحی ما. چارلز هاج الهیاتدان قرن 20 یک صحبت خیلی زیبایی داره، اینطور میگه، میگه مهم نیست که چقدر آموزش یافته ایم و یا چه قابلیت های برجسته ای داریم و یا حتی ادعاهای ما در خصوص الهام سماوی چیست، هیچ چیز نمیتواند بهانه خوب جهت توجیه واگذاری کلام حقیقت که مردان خدا از وی الهام گرفته و بر ما شهادت دادن باشد. تمامی معلمین باید با این میزان تعلیم بدهند، میزان کلام خداست. حتی اگر فرشته از آسمان چیزی برخلاف کتاب مقدس تعلیم دهد، اناتیما باد. غلاطیان باب 1 آیه 8 میگه باید دائما خدا رو شکر کنیم که چنین معیاری به ما بخشیده شده است که بدان روح‌ها را بیازماییم که آیا از خدا هستند یا نه، بدان تعالیم را بیازماییم. هر آن چیزی رو که ادعا میکنه که حقیقت رو داره به ما ارائه میده، ما خوانده شدیم که این رو با معیار و محک کلام بسنجیم. من همیشه یک مثالی رو از از کتاب اعمال رسولان میزنم و اینکه چقدر خداوند احترام میذاره به کسایی که کتاب مقدس رو ازش استفاده میکنن برای ارزیابی داده ها و اطلاعاتی که بهشون میرسه. پولس و سیلاس میرن به شهر بیریه و به اهل بیریه شروع میکنن موعظه کردن. این افراد بعد از اینکه موعظه پولس و سیلاس رو میشنون، کلام خدا میگه این افراد میرن کتب رو تفتیش میکنن که ببینن اون چیزی رو که پولس و سیلاس دارن اعلام میکنن که حقیقت بود، انجیل بود و از طرف خدا گرفته بودن، آیا با کتب مقدس همخونی و سازگاری داره یا نه. کتاب مقدس اهل بیریه رو میگه آدمهای شریفی بودن به خاطر این کار. یعنی اینقدر کلام خدا اهمیت میده که ما این معیار رو که به ما دادر ازش بهره بگیریم، نه فقط این رو به عنوان یه سری آیات همینجور بدون اینکه پشوانه در داخل متن و ارتباط با سایر بخشا داشته باشه خارج از متن بیاریم برای ساپورت صحبت‌های خودمون. حالا بعضی از تعالیم هستن شاید جنبه کاربردیش خیلی سطحی‌تر باشه، اونقدر وسیع نباشه، ولی مسئله شفا و آزادی و رهایی از دیوها مخصوصا وقتی که به زندگی ایمانداران مسیح مربوط میشه، اگر بنا نشده باشه روی کلام زندگی خدا و معیارهایی که به ما ارائه میده، به جای اینکه بخواد مثبت و سازنده و تشویق کننده باشه، تنها نتیجه مخرب داره. درست. میگم که طرف با یک مشکل میاد پیش خادم، شبان، پیش یک عضو دیگه کلیسا و میگه که من همچین مشکلی رو دارم، انتظار این هست که تشویق بیاد، انتظار این هست که باش دعا بکنن، انتظار این هست که مشورت داده بشه، انتظار این هست که با او داخل
این مشکل و غم و درد برن و او رو از اون برهانن و برخلاف انتظار طرف مواجه میشه اینکه براش دعا میکنن، هولش میدن، دیو ازش اخراج میکنن، طرف میگه نه تنها این مشکل، من این مسئله گناه رو دارم یا این بیماری رو دارم، در کنار اون من هم تازه متوجه شدم ایمانم ندارم، ایمانم هم یک قرون نمیارزه، اصلا ایمان که هیچی، اصلا من متعلق به شیطانم، شریر در من ساکنه. یعنی زندگی شخص از این رو به اون میشه و مسلمان دیگه کمردردم میگیره بعد از چند بار افتادن اون مسلمان. و واقعا جا داره که ما خیلی بیشتر و بیشتر به جای اینکه از داده های فکری خودمون وارد کلام بکنیم، از کلام وارد داده های فکری خودمون بکنیم. من فکر میکنم اگر تمام کسانی که در این عطیه هستن بیشتر و بیشتر به کلام خدا و مطالعه کلام خدا بپردازن و بعد کنارش من فکر میکنم یک چالشی که بر کلیسا هست اینه که به توضیح مسائل روحی و روانی از دیدهای مختلف نمیپردازه. مسائل فرض کنید اگه یه شخصی کسی رو از دست داده یا بهش حتی تجاوز شده، کلیسا به این مسائل خیلی از عینک یا دید روح‌های پلید نگاه میکنه و دید روانی مسئله از بین میره. حالا ما تأکیدمون نیست که کلیسا باید اخراج اعوا کنار بگذاره، حتی ما میگیم برای مسیحیان این کار انجام نمیشه چون مسیحیان ندارن، ولی خب شاید کلیسا در بعضی جاها به طور خاص لازم باشه برای کسانی که ایمان رو ندارن این کار رو انجام بده. ولی وقتی که کلیسا تمرکزش رو میذاره روی همچین عینکی که عامل اصلی بیماری و مریضی، و قوم یهود هم اینو داشتن، میتونیم برگردیم و نگاه کنیم چطور به عیسی مسیح میگن فلان شخص کوره، خودش گناه کرد یا پدرش، این گناه باعث شده که این یه روحی بیاد یا یه مشکلی درش باشه. وقتی عینک ما عینکی میشه که فقط سعی میکنیم به مسائل از دید روحانی که ما روحانی میدونیم که خدا همونو روحانی نمیدونه حتما نگاه بکنیم، همه چیز برای ما فقط میشه روح، میشه دعا، میشه روزه، اصلا بعد طبیعی خدا رو میذاریم، بعد طبیعی زندگی خدا رو میذاریم کنار. من میخوام به این نکته یه بار دیگه اشاره کنم، شاید تو برنامه‌های دیگه راجعش صحبت کردم. خدا از دو طریق کار میکنه، معجزات و روند طبیعی که بر روی زمین قرار داده. معجزات روند طبیعی نیستن، اسمش اصلا معجزات هست، خیلی کم در مواقع خاصی بنا به تشخیص خدا انجام میشن، ولی ما خونده نشدیم که در معجزات زندگی بکنیم، ما خونده شدیم که در دنیا که روند طبیعی هست زندگی بکنیم که نمونه ای باشیم برای دنیا. اگه 24 ساعت زندگی ما معجزه میشه، خب دنیا هم میگه منم معجزه میخوام، منم معجزه میخوام. معجزه چیه؟ که اگه اشکان مریض سرطان داره، روح سرطان بره، اشکان خوب بشه. روند طبیعی درمان بیماری سرطان از بین میره. چی میشه؟ شخص میاد توی کلیسا میگه من قرصامو گذاشتم کنار، برای که من فکر میکنم این یک چیز پلیدی بود، دعا کردم از من بیرون رفت، من دیگه قرص نمیخورم، دیگه کیموتراپی نمی. خب شما از بین میری، نباید همه چیزو از اون دیدم نگاه کرد، جایی برای اون هست، باید انجام بشه. برای مسیحیان، مسیحیان واقعی، جایی برای اخراج ارواح نیست و جایی هم برای مسائل روحی و روانی هست، باید به اونها هم رسیدگی بشه. هر چیزی در جای خودش مناسبه. درسته. و اما اگر برسیم به اون مبحثی که چرا ما مسیحا نمیتونیم بر اساس آیه هایی که در کلام خدا هست، چرا ما مسیحا ادعا میکنیم که ما نمیتونیم دیو زده باشیم، یکی از مواردی که بهش تاکید میکنن بزرگی خداونده. حالا به چه شکل؟ میخوام اول یوحنا باب 4 آیه 4 رو براتون بخونم که یوحنای راست اشاره میکنه: ای فرزندان من، شما را به خدا شما به خدا تعلق دارید و بر کسانی که به دروغ نبوت میکنن غلبه یافته اید، زیرا روحی که در شماست از روحی که در این دنیا کار میکند قوی تر است. که اشاره میکنه به اون نبیایی که مسیح در جسم رو انکار میکنن و حتی در اول پتروس اشاره میکنه باب 2 آیه 9 که نژاد برگزیده و کاهنانی هستیم که به پادشاهی رسیده ایم، ملتی مقدس و قوم خدا هستیم. حالا با تمام این گفته ها ما چطور میتونیم کسی که برگزیده شده برای قوم خدا باشه بخواد هر از گاهی مورد حمله شیطان قرار بگیره و شیطان در او به قول من زندگی بکنه و دیو